بیا. آخه خیلی ممنون. یه لطف کنی اون قراری که قبلا راجع به پست مدیریت داشتیم اونو یه فکری به حالم بکنین. ازتون ممنون میشه. دعاگوتونم میشه. خیلی خوب. ببینم چی کار میتونم برات بکنم. من خیلی کار دارم. بزن بالا باید برم. ببخشید. منزل آقای اهلی کجاست؟ در جهنم. بله؟ بله. مأمور برق. بله. دروغ میگی. الان میفهمی خدا وقتش رسید. حالا کدوم زنگه؟ بله بفرمی. به این دلابر ذلیل شده بگی بیاد دم در. ببخشید شما؟ من زنشم، بگو بیاد دم در. شادی زنه. کی بود؟ شادی. خب بود که بود. اینو هستم. بود که بود و هستم. اینو خوب اومد. دیدی؟ به این میگم من. کجاست الان؟ چی؟ انباریتون. انباری که اون بره. اولی کی بود؟ اولی مأمور برق بود. فکر کنم خیلی ترسیده. برو راهنماییش کن. تفلک نزدیک بود سکته کنه. کیه؟ مأمور برق. مأمور برق. مأمور برق. آقای تیز رو مأمور برق. بله، ولی چرا اومده تو؟ کنتور دم دره. اه بله. خب پاشیم بریم ببینیم چی کار داره. من برم دره بکنم. نه میخواید من برم دره باز کنم؟ پاشو برو ببین چی کار داره. باه یا بود میزم این چی میکنی؟ من تو آسان رو دارم. آقای بمری. آقای بمری. آقای بمری. آقای بله بفرمایید. جناب سرم شاکی. کجا بودن یا؟
داد میزنم آجان سرما میبینی؟ میبینی؟ داد میزنی؟ من طوری خفت میکنم دیگه صدا سرما ساکن آقا بفرمایید بشینید. جناب صفان بنده از دست ایشون شکایت دارم، ایشون دختر بنده را اخفال کردن. جناب صفان یه چیزی هم طلبکار من باید شکایت کنم، ملاحظه کنید سر بنده رو چیکار کردن؟ شما زنگ سر ایشون شکستین؟ بله با کمال افتخار، فقط حیف شد که ما رو خیلی زود از هم جدا کردن، ولی من این دست و پاش هم میشکستم. جناب صفان میبینین چقدر گستاخی میکنن؟ بی‌تربیت بزن. حالا که اینطور شد جناب سروان من رضایت نمیدم، شکایت دارم از دست این آقا. شما باید رضایت ایشونو بگیرین. رضایت ایشونو جلب کن. بسیار خوب، شما به من 3 دقیقه فرصت بدید، من طوری رضایت ایشونو جلب میکنم دیگه اصلا بلند نشید. من چشم چهار تو جناب سروان آقا خجالت بکشید، اینجا کلانتریه، بفرمایید. جناب سروان بنده محال رضایت بدم، شکایت دارم از دست ایشون. مریم جون بیا عزیزم، اینقدر عصبی نباش. ببین فقط یه چیزی یادت باشه، رفتی تو اتاق حواستو جمع میکنی یا فکر نکنی شوهرته و فلانی دلت بسوزه؟ میدونم چی کارش کنم، خیلی روش زیاد شده، تا چشمش به دو نفر میفته فکر میکنه چه خبر، اخلاقش تغییر میکنه. این لطیف دبلک هی به هم میگفت آبودو دیدم، من باورم نمیشد. حالا نری تو خام بشی این موقع وساطت بکنی ها، بذار بیفته رو دست پای بابا که بفهمه یه من ماست چقدر کرده داری. بله بابام که هر بلایی سرش بیاره حق بشه. من رضایت نمیدم. به جهنم قربان، بنده حاضرم حبس ابد بکشم اونم روی یه پا، ولی دست و پای این رو من شکسته ببینم. پس اینی که زدین شکستین چیه؟ کمه؟ کم نیست، ولی بازم باید بزنم اونو به تلافی این دلی که شکستی زدم. من دل شما رو شکستم؟ بله. من برای چی دل شما رو شکستم؟ برای چی؟ اون شب ازدواجه من برای شما یه خونه تو نیاورون گرفته بودم، هنوزم خالیه، 120 متر با چه ویوی، کلیدش هنوز هست، هر وقت من این کلید رو میبینم یاد شما میفتم. من میخواستم اونو به شما فرداش کادو کنم، اما شما دست دختر منو گرفتی، برداشت برای خود رفت اون سر دنیا. برای یعنی شما الان از دست من ناراحتین به خاطر اینکه من مریم رو برداشتم بردم کانادا؟ بله، من برای تو خونه خریدم، تو در عوض دختر من از دستم گرفتی، برداشتی بردی، نپرسیدی، نرفتی توی خونه، هنوز از جلوی خونه که رد میشم چهره تو دخترم رو. هنوز خونه هست آقای مرملی؟ هنوز هست، ویوش قشنگ ترم شده. من نمیدونستم که باعث شدم دل شما بشکنه آقای مرملی، من معذرت میخوام. شما اگه اصلا دوست دارین اگه دلتون خنک میشه بفرمایید این ور سر منم بشکنید. دیگه کجاش بزنم دیگه جو نداره. من معذرت میخوام، من خواهش میکنم شما منو به بزرگی خودتون ببخشید. من نکن این کارو بابا. آقای ململی منم مثل پدر خودم شما رو دوست دارم، همیشه فکر میکنم شما هم پدر منی. تو هم مثل پسر من بودی، من برات خونه خریدم، تو برای چی دختر برداشتی بردی؟ شما لطفا اجازه بدین دستتون رو بزنم. نه اجازه بدین. من میخواستم بزنم حتی گردن تو رو بشکنم، ولی من میخواستم تو خوشبخت بشی، این خونه رو من میخواستم به تو بدم، چرا من باید این گردن تو رو بشکنم؟ من کوچیک شما، من مخلص شما، پدر منو ببخشید. پدر جان خب بخشیدم بهت بس قربونتون برم. خودتو ناراحت نکن خانم مریم مرملی. بله بفرمایید داخل. اینو بگیر برم. وایسا احساساتی نمیشی یا؟ نه ببین بفرمایید داخل دیگه. آقا اجازه بدین دادم صحبت میکنم. بس محکم وای میسی راحت و آسوده به باباتم بگو پدرشو در بیاری. برو باشه عزیزم. برو بزرم. بابا چیه دخترم؟ جریان چیه؟ هیچی، جریان اینه که بعد از سالها بالاخره داوود متحول شد و فهمید که اشتباه کرده. بله. داوود متحول شده؟ بله. داوود که چشم نداشت شما رو ببینه؟ نه خیر، الان معلوم شد که همه چیز سوء تفاهم بود. بله همش واقعا فقط یک سوء تفاهم بود، مثل اینکه خدا رو شکر همه چی حل شد. بله کودک گم شده. بفرمایید. ما رفت خالی آمده صورتش بزنه. بریم؟ آره بریم، کاری نداریم ما. گوشرخان هم آمدن.
سلام. سلام عزیز. خب من با اجازتون دیگه از مدت مرخص میشم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چی شد؟ چی می‌خواستی بشه؟ حل شد. کوتا موتا که نیومدی. بچه شدی یا دیز رو؟ گفتم یهو اونجا جوگیر میشی، احساساتی میشی، او کوتا میاد. کوتا نیومد. خیالم راحت شد. دلاور. دلاور. علی. سلام جو سلام. سلام. پرونده داری؟ بله. بگو بیا تو. بفرمایید. سلام علیکم جناب سلمان، خسته نباشید. بنده از دست زنم شاکی ام. منظورت رو متوجه نمیشم. دلاور به پشت تیم قدسه نبود. بفرمایید تو حیات. منظورم اینه که بنده با ایشون دیگه نمیتونم زندگی کنم. مردونه میخوام طلاقش بدم. همین راحتی که عرض میکنم. طلاقم میدی؟ شکست نفسی میکنی؟ جدی میگم. میگه هرچی باشه ما دو تا پیرهن بیشتر از شما پاره کردیم یا نه؟ آقا حداقل 10 تا زودتر. آقا اگه تو کوتا بیایی سوارت میشن دیگه پیاده نمیشن. پیاده دوید پدر یادت نره. پدر پدر بزرگوار. پدر عزیزم این خدمت شما. پسرم. مادر عزیزم اینم خدمت شما. بفرمایید. اجازه بدین دستتون رو بدید. نه اجازه دستتون رو بدید. بس دیگه پسرم پوست دستم رفت. بابا ببین چقدر متحول شده. مریم جون حالا که بابات با داوود مشکلش حل شد تو دیگه موش ندون دیگه. مادر نمیدونی تو این 3 سالی که من نبودم و چقدر دلم براتون تنگ شده بود. برای شما هم همین. ببخشید نمیتونستین یه 3 تا آب میوه برای ما 3 نفر بگیرین؟ من معذرت میخوام حقیقتش پول ایرانی همینقدر داشتم تموم شد دیگه همین دوتا رو تونستم بخرم. آها پول ایرانی نداشتم. جناب سرمان ضرب و شتم تنبیه بدنی دیگه منسوخ شده. جناب سرمان میبینی توهین به خودم به خانوادم این درسته؟ خانم شما باید ضامن بیارید تا بتونید آزاد بشید. دلم میکشمت. دیدید جناب سرمان تهدید جلوی شما. جناب سرمان اگه من بمیرم کار خودشه ها. گفت میکشمت. دیدین جناب سرمان درسته؟ هر تهدیدی جرم شما رو بیشتر میکنه. دلاور از اینجا میریم بیرون دیگه. تیکه تیکت میکنم. تیکه جناب سرمان. آقا داود داشتین چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ خب دو تا آب میوه برای رفیقات میگرفتی. راست خوب با این معملیه جرم گرفتی. بچه شده آقای دیزرو. یعنی چی؟ من الکی این کارا رو میکنم. ما خودمون با چشای خودمون دیدی. میدونم میخوام گولش بزنم وگرنه من کلن از این آدم بدم میاد. از لحظه اولی که من این آدم رو دیدم حس بدی به من منتقل شد. تا همین لحظه بدم میاد ازش. تو چشاش داره نگاه کردی؟ زهله آدم میترکه. راست میگه من اصلا مستقیما نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. بند دلم آب میشه. ای مارمولک خوب فیلم بازی کردی و باید ببرم از شرکت خودمون فیلم بازی کنم. اینو هستم اصلا تلخه و میبینم که جمعتون جمعه. بله پسرم. جانم پدر ببخش. میگم که داوود جان این قضیه هوشنگ درسته؟ کدوم قضیه؟ همین قضیه طلاقش. متاسفانه بله پدر. خیلی خوب بهش بگو 2 دقیقه بیاد اینجا. چشم. هوشنگ جان آقای ململی با شما کار. بله هوشنگ جان. ببین هوشنگ من اصلا فکر نمی کردم یه همچین اتفاقی برای شما پیش بیاد. کدوم اتفاق؟ همین قضیه شما و نازنین خانم. همین مسئله طلاق رو میگم. به هر حال شد دیگه. هوشنگ جان تو مثل پسر خود من میمونی. بیشتر فکر کن. طلاق اصولا چیز بدیه. بله بله شما درست میفرمایید. شما چند سال بیشتر از زندگیتون نگذشته. هنوز وقت دارید. میفهمی من چی میگم؟ بله بله کاملا متوجهم. ولی به هر حال آقای ململی هر انسانی تو زندگیش یه سری مشکلات داره دیگه. عزیز من کیه که مشکلات نداشته باشه؟ مثلا خود من. بیا این زن من خودش مشکل اساسی. بله بله من سعی میکنم از این لحظه به بعد بیشتر به این قضیه فکر کنم. خیالتون راحت بشه. آفرین همینطور فکر کن. بله بخیر زندگی این فراز و نشیب حالا داره. بله بله
خب داوود جان آماده باش، میخوایم بریم خونه. پدر جان من دیگه مزاحمتون نمیشه. چه مزاحمتی؟ چرا خودت لوس میکنی؟ بریم خونه دیگه. نه یه خود خستم، اینطور نیست. درسته یه مقدار کار داره، بعدن خدمتتون میرسیم. بله برای دستبوسی میام پیشتون. نه دستبوسی نه، خداحافظ. خداحافظ، خدا نگهدار، خوشحال شدم. خیلی ممنون. خب همه چیز به خیر و خوبی گذشت، میتونیم بریم خونه. شما بریم، من با نازی جایی کار دارم، بعد میام. اینجوری دوست داری باشه، ولی فردا دیگه منتظرتیم، بهانه نمیاری؟ نه منتظر نباشین دیگه، بخوام بیام زنگ میزنم. منتظریم، بریم. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامه. خدا حافظ. گرم خورش گرفت سرما. اینه چرا برمیداری داوود؟ یه خراش کوچیک برداشته، چیزی نشده. یعنی چه؟ بزرگ نمایی کردم. گرفتم. خوشم اومد. ببین کی اومد؟ آقای دلاور. شکریم. سلام. سلام. پس شادی کجا؟ اون تو موند یه خورده ادب بشه، یاد بگیره با مردش چجوری برخورد کنه. آفرین، باریکلا، همینه. به این میگن یه مرد. بله بله، اصلا چه معنی داره که زن به شوهرش از گل نازکتر بگه؟ بله بله. اگه الان بیرون بود که اون پاهاتم این اون گردنت میزد میشکون که. شادی نمیگه. فکر نکن من کوتاه اومدم ها، حالا پررو شده یه دونه خراش زده به سر و صورتمون و گردنمون اینا. فکر نکن من خواستم اون تو بمونه داداش، فهمیدی؟ من خواستم اون تو بمونه تا آدم شه. خیلی کارت درسته. اگه می اومد بیرون شلو پلش میکردم، به جون شما دستا داغونش میکردم. همینه، همین. اصلا باید با زنه همین جوری برخورد کرد تا ادب بشن. بله فهمیدی؟ حقیقا خیلی بی تربیتی هوشنگ. برو بابا جمع کن کاز کوزتو، دیگه دوره امرو نگذشت، مرد و نوشنگ. تموم شد. گیبی فایف، گیبی فایف. چی چی فایف؟ خوشم. یعنی بزن قدش. خب اینو به مام بگید، پس بزن قدش. گیبی فایف، گیبی فایف، گیبی فایف. خوشم اومد، خوشم اومد. یک فورگیو می بهت نشون بدم، حالا میبینی. تو حرف یومیت هم بلد نیستی بزنی، اون وقت هی انگلیسی بر من بلغور میکنی. خانوم موبال اول ساکت جان، برو حرف زده یاد بگی. گیر می فایف، نه گیف می لایف. حالا چه فرق میکنه برای من فور لایف و فور گیف می و اینا؟ درست صحبت کن. چقدر ترسیدم. آقای تیزرو، جوجه رو آخر پاییز برای جف جف میشمرم. صبر کن. ترسیدم. بریز. خب دوستان آقایون، امشب شام و شیرینی دعوتی منزل ما. آقا چه خبر اینجا کلانتری ها؟ آقا ببخش سرکار جون. چشم آقا، مزه یواشتر صحبت. آره دیگه یواشتر. چیو بریم خونه؟ اول باید بریم شرکت، بعد هر کجا دوست داشتیم که بریم. چرا مگه چی شده؟ انگار تو باغ نیستی ها. فردا آخرین مهلت فرستادن این فیلممونه به جشنواره. کدوم جشنواره؟ تو چی یادت میمونه که این دومیش باشه؟ هیچی بابا، آخر مهلت یه مسابقه جهانی یک فیلم کوتاه، ما هم باید نوارامونو بفرستیم بره دفتر جشنواره. آره خیلی واجبه. حالا چیکار کنیم؟ بابا یه ساعت ما اینجا علاف شدیم. خسته شدیم، باورت میشه؟ کار اینا هر دنبیله دیگه، همینجوری. همون بیا، این همه وقت داشتیم، حالا باید هول هولکی بگردیم دنبال یه فیلم کوتاه. یه ذره بزن جلو. همینه؟ آره آره همینه، همینه، کپی کن روی نوار بره. ای این دیگه چیه؟ همونی که اومدم خونتون دوربین گرفتم، مریض بودی خوابیده بودین و خوابت میومد چی بودین، این تصاویر همونه. میدونم تصاویر همونه، کور نیستم، حواست باشه یه موقع اینو کپی نکنی. کامپیوتر ارور داره، اما این چه حرفیه تو میزه؟ اینو کپی کنم؟ یه دقیقه اجازه بده ببین، همون اولیه رو کپی کن بده به یه پیک موتوری ببره دفتر جشنواره بده. نمیدونم چه جوریه ولی دلم میخواد یه جوری حال همه اینا رو بگیرم. حال کیا رو؟ حال مردا رو. شما با مردا کار نداشته باشید، اونو بسپاریم به من، خودم میدونم باهاشون چیکار کنم. زنگ بزن،
زحمت برسونش به دبیرخونه. خیالم راحت باشه، دست درد نکنه. دوستان پاشید بریم. کجا بریم؟ پاشیم بریم. امشب چه شبی بشه امشب. پاشیم خونه ما. هوشنگ نیست که، هوشنگ رفته خرید. میریم سر را سوارش میکنیم. شما فقط پاشید بریم. بریم؟ آره. چرا پیاده میشیم؟ بشیم دیگه. بشیم ماشین رو بذار تو پارکینگ. همینجا جاش خوبه. نه عزیزم، بذاری تو پارکینگ. ببین امشب چه شبی بشه. در واسه میخوام طعم خوش مجردی رو بعد از سالها زندگی متأهلی و در بند بودن امتحان کنی، تجربه کنی. بیا تو پارکینگ، بیا تو پارکینگ. بفرمایید، خوش اومدی، صفا آوردیم. بیا جو، بیا جو. صفا آوردیم، منزل خودتون آقا. بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم. چه جایی داریم؟ مخلص شماییم. بخورین، تعارف نکنین، ولوشین. آقا داود بیا. خوش باشین دیگه، دوست دارم امشب رو خوش باشین. بفرمایید. میگه جمعتون جمع بود، یکیتون کم بود، اونم تیز رو بود. کم کم داره از جمعتون خوشم میاد. کجا شو دیدی؟ ما انقدر باحالیم تا حالا نشده یکی با ما باشه بهش خوش نگذشت. البته البته. میگه امشبی را که درانیم خوش باش، لحظه را بچسب و زندگی را خوش باش. از فکر برون کن تعلقات زندگی، چون تو در کنار ما نشسته ای، پس خوش باش. تو این سه سالی که من کانادا بودم یه مرد مثل شما ها ندیدم. کجا؟ کانادا دیگه. آها، خب به جمعیت مردان باجنده مقیم مرکز خوش اومدید. بزم امشبمون رو شروع میکنیم. اول شام. آقا من نظرم اینه که بریم جیگر بگیریم، بیام رو منقل اینجوری درست کنیم بزنیم به بدن. نه نه نه، من چلوکه و سلطانی فقط میخورم. نه هیچ کدوم از اینا نه. من گرچه تصمیم گرفته بودم غذای بیرون رو نخورم، ولی جهنم درک، من برگ مخصوص میخورم. منم پیتزا. خب حالا شام که خوردیم بعدش چی کار کنیم؟ بریم سینما. من میگم ماشین و سوار شی بریم خیابون گردی. میگم شهر بازی هم بد نیست، بریم از این چیزا سوار شی. نه آقا جون، هیچ کدوم اینا که گفتید خوب نیست. پس چی کار کنیم؟ میشینیم فیلم ببینیم. آقا یه دیویدی آوردم توپ توپ. نه نه اونو بذاریم برای بعد از شام. حالا میخواین یه کاری من بکنم شما بخندین؟ آره آره. چی کار کنیم؟ تلفنت کجاست؟ تلفن اونجاست. آه الان یه زنگ میزنم به ململی، میذارمش سر کار. آره فکر خوب. اما نه، اما نه، چون اگه زنگ بزنی از اینجا میفهمه خونه ما زنگ زدی، تلفن میفته شماره. نمیخوام فوت کنم که، گفتم میخوام بذارمش سر کار. راست میگه. خب آره خب، البته مهم نیست، بیفته بیفته، اصلا فوت کن دیگه، چه فرقی داره، برو راحت باش. آقا جون وقتی ما از زنامون دیگه نمیترسیم، از پدر زنمون ما دیگه. آقا راحت باش، تا تو بری زنگ بزنی منم لباسم عوض میکنم، میزنیم میریم بیرون. بچه ها من میزنم روی اسپیکر که شما هم بشنوید. جانم. الو پدرم. سلام داوود جان، توی پسرم؟ بله منم پدرم. الو. جانم پدرم. الو. الو صدای منو نداری؟ چرا صداتونو دارم پدرم؟ این من نمیدونم ایراد خطا سه قطع وصل میشه، ببخشید شما. البته کاری هم با شما نداشتم، همین زنگ زدم حالتونو بپرسم، دلم تنگ شده بود. اگه با من امری ندارین که خدا نگهدار، ازتون خدافظی کنم. خدافظ. من فداتون بشم پدرم، سلام برسونی، خدا نگهدار. برکن خوشم بودم، خیلی خوشم بودم. همینه بابا، دوست دارم امشب فقط بخندیم و شاد باشیم. اصلا به نظر شما کی دوست داره زنش رو حرفش حرف بزنه؟ هیچکس. کی دوست داره زنش محصولش کنه؟ هیچکس. کی دوست داره زن ذلیل باشه؟ هیچکس. هیچکس. کی دوست داره زن ذلیل باشه؟ هیچکس. 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 کی ازش بترسه؟ هیچکس. کی ازش بترسه؟ هیچکس.
اینا بذار تو پارکینگ تا صبح شما اینجا. نه بابا نمیخواد. کی بود؟ هیچ کس. پاشیم بریم. هیچکس بسایت رو برده بریم برمشیم. بفرمایید خوش اومدید. ببخش با اجازه. خواهش میکنم. چراغا چرا روشنه؟ حسن یاد رفته خاموش کنی. بابا خاموش کردم. خوش اومدید. خوش اومدید جان. بله بفرمایید. از اینا هم که معلومه دوست داری دیگه. من خاک که... بر سر خواسته از دلم در بیاره اینا رو گرفته. بیاین بیاین. آخه اینجا جاس ما رو بردی. از کجا بیارم؟ بیاین. کی اونجا؟ اونجا کسیه؟ اون کی بود؟ شکی بابا این همسایه فضولمونه. هر جمعنده بیاد حتی سوسک. حالا تو که هیچی هی میاد میبینه چه خبره چه خبره چی یعنی ما سوسکیم دیگه. میگم الان باید توی فکری باشیم که اینجا خلاص شه. باشه باشه فقط چیه؟ صدای خانوما داره میاد. صدای کیو؟ خانوما. من میگم که برای آرامش افکارمون و شرایط فکری و روحیمون بهتر یه آهنگی رو با هم دیگه زمزمه کنیم. تک تکشونو باید کنم ساکت پاک جوش آورده. من با خوندنت موافقم. یه چیزی بخون ما هم باهات زمزمه میکنیم. همه این آتیشو از گروه هوشنگ لعنتی بلند میشه. ببین دلاور با اینکه زیاد با صدات حال نمیکنم ولی فکر کنم بهترین فرصته. بخون بخون. آره بخون. یه چیزی چی بلدی؟ من فقط آهنگ امشب در سرشوری دارم. باشه بعضی باشه. فقط هرچی میخونی آروم بخون. امشب در سر شوری دارم. خواهش میکنم شما همراهی نکنید. امشب در دل نوری دارم. باز امشب در اوج آسمانیم. با ماه و پروین سخنی دارم. میجویم زین شبها تا جوییم در شبها. من میگم اینا هر جا باشن بالاخره یه سر به خونه میزنن. آره به نظر من همینجا بمونیم اصلا جایی نریم. وقت اومدن حسابشون رو بذاریم کف دستشون. اونم هیچکی نه و تو مریم جون دست از این زیر جلک بازیات وردار. اینجا که دیگه خونه نیستش که. چپ میره راست میاد میگه شوهرم آقا داوود اینجوری شوهرم آقا داوود اونجوری. بسه دیگه عزیزم. من نه من من اگه اون روم بالا بیاد دومی ندارم. بذاریم ببینم این پوستشو قلفتی میکنم که دیگه نرقاتی او باش. حالا شما فعلا نمیخواد پوست بکنی. هرس نه. شنیدین چی گو؟ شیطونه میگه برم پایین قاطی کنم ها. تو دیگه چرا؟ ولش کن اون علی عصبانی یه چیزی گفته. تو که نباید خونه خودتو کثیف کنی. ول کن. حالا دیگه این تیز رو هم واسه من آدم شد. اگه دستم بهش برسه کاری میکنم که مرغای آسمون با حالش گریه کنه. مگه میتونی؟ شما خودتون ناراحت نکنید. خالی بندیه. مو الان عصبانی یه چیزی باز خوش گفته. آدم یه روز دنیا میاد یه روزم از دنیا میره. کسی که عاشق نباشه تنها میاد تنها میره. این چی میگه؟ چه ربطی داره آخه؟ زده به سرش. خیلی ربط داره. خیلی ربط داره. بفرمایید دستتون درد نکنه. خواهش میکنم دستتون درد نکنه که سند گذاشتی منو آزاد کردی. خانم ساکت. نه مادر این حرفا چیه؟ وظیفمون رو انجام دادی. امروز اگه به داده هم نرسیم پس کی باید به داده هم برسیم؟ سیکتیکت ما رو کشت. من هر موقع دچار استرس میشم یا شرایطی ویژه‌ای برام پیش میاد دست خودم نیست ناگهان. جلوشو بگیر بابا جون. دست خود آدم نیست. هست اونجا؟ بابا ما که تا صبح نمیتونیم اینجا چون باید بزنیم.
صبح که بشه همه ما رو میبینن دیگه. راست میگه دیگه، چی کار باید بکنم؟ یه خورده صبر کنید، طاقت بیارید تا شرایط خودش درست میشه. سکسی که ما رو کنه خواسته که برنش من بخوابم. جا براتون پنگ کردم برنش. مادر الان خوابم نمیاد. ای بابا چرا؟ نشستم لولا. خیلی خب من نمیدونم نازنین جون، منم جون بلنشی. نه عزیزم، من اصلا نمیدونم چرا عصبی ام. خوابم نمیبره عصبی باشم. نمیدونم که چاش خوبه دیگه. شما بفرمایید. خب دستت درد میگیره بلنش. نه راحتم. صداش کن بیاریم بخوابم. راحتم. مادر پاشی یه دست راحت میگیره. بلنش بفرمایید شما. بفرمایید. پاشین. آی باشین چیشه؟ باشین دیگه این صدایی نمیاد. باشین بلنشید، فکر کنم خواب خواب باشن. باشین الان وقتی که داوود خوابیده. بیدارش کن. تاشو داشت خوابمون میگره. داوود داوود جا پاشو 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 سری سری خواب خوابن چند... آره الان موقعشه. باشین باشین با یه همسایه تو خواب و زندگی نداره. نصف شبم دنبال سوس میگرده، من نمیدونم چی بکشیم از دست این همسایه. خب با این وضعیت چجوری بریم بلند شیم که میبینتم؟ از راپله بریم؟ آروم آروم از راپله میای. متوجه شدین؟ الان هم به خاطر اینکه نبینه به شکل اینجوری سینه خیزه چاپایی میشه میشه کلافر. آقا دست شما درد نکنه، خسته نباشی. دلا بر ببین چقدر شد. چقدر شد قربان؟ قابل نهره قربان شد. بفرمی سلامت. ای ما چرا اومدیم اینجا؟ پس کجا بریم؟ اگر الان اونا بیان اینجا چی؟ آقا رو میگه اگه بیان اینجا عزیزم، اونا فکر میکنن ما میریم اونجا، به خاطر همینم رفتن اونجا که موت ماها رو بگیرن. پس بنابراین امشب اینجا امنه، تا صبح راحت اینجا هستی. صبحم وقتی ساکت اومد اون با من بلایی سرش میارم که خودش کیف کنه. میرفزمش خونه باباشینا. چطوره؟ به جان هوشنگ اگه بذارم همتون مهمون منی، تا صبح جشن و پایکوبی. نازنینم که اومد میگم ساکت وردار برو پیش مامان جونت. اون بر آفرین آفرین. نگاه کن وقتی من مردونگی رو میبینم، میبینم چجوری مقابله خانومش وای میسه، واقعا احساس شعف میکنم. اتفاقا منم باید یه فکری واسه خودم بکنم. چه فکری؟ فکر طلاق ساکت دیگه. ببین قبل از اینکه بخوای ذهنتون رو درگیر زناتون کنید، بریم تو بقیه صحبتم تو خونه ما. راحت شدیم. آره آره امشب باز کنم. آها باز نمیشه. چرا؟ یعنی چی؟ مطمئنی این کلید مال این دره؟ چی؟ نه مثل این که با همین کلید هر شب دارم در این خونه رو باز میکنم. خونه خودم ها. بچه رو باز نمیشه. چرا نمیشه؟ آه فکر کنم کلید تو جیبم مونده کت شد. خاک تو سرت کنم زیر گل بری. واقعا تو متوجه نشدی؟ دانشمند قفل و زنت عوض کرده. بی خود کرده؟ بی جا کرده؟ حالا که عوض کرده هیچ کاری و هیچ غلطی هم تو نمیتونی بکنی. زنش رو طلاق داده، بعد خانمش اومده قفل در خونه رو عوض کرده. ببین به خاطر همین کارش یک بلایی سرش برم. دیوید تو میدونی من قاطی کنم چیکار میکنم؟ یعنی میریزم همه. بی خود نمیخواد داد بزنی؟ بیاییم بریم بالا زنداری رو از من یاد بگیری. اخ این لعنتی هم گیر کرد. آقای تیزرو من فکر میکنم قفل در خونه شما رو عوض کرد. چی عوض کرده؟ عوض کرده باز خودت حرف میزنی؟ قفل همون قفله، این کلید لعنتی کد شده. نمیدونم چرا این یه قلق داره الان بازش. قلق داره اون کلید اصلا اون قفل نمیخوره. آی تیزرو ما زنمونو طلاق دادیم روش زیاد شده رفته قفل در خونه رو عوض کرده، شما دیگه چرا؟ باز میگه عوض شده؟ بی خودی حرف نزن ها، رو اصلا منم راه نرو عزیز من. قفل همون قفله، این کلید یعنی منظورم قلق داره. چرا بی خود بی جد عصبانی میشید؟ اصلا نیاز به عصبانیت نداره، کلید خونه خودتونه درستش کنید، قلقشو پیدا کنید. عزیز من عوض که شما حرف میزنید نمیذارید من کارام بکنم، رو اعصاب من راه میرید.
وگرنه من سیم سود ثانیه اینو باز میکنم. آقای تیزرو مگه رمزه که یادتون رفته؟ تمرکز ندارم و حواسمو پرت میکنه یا حرفا چیه؟ مسخره میکنی؟ نه آقای تیزرو من با شما شوخی دارم. فکر کردی من حالو هم نمیفهمم؟ میگم حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ فقط بذارید امشب صبح بشه، یک آشی برای ساکت من بپزم، یک آشی برایش بپزم، یه وجب روغن رو کنم. مگه چیکار کرده؟ حالا بسی چی داشتیم میگفتیم؟ حالا امشب کجا بخوابیم؟ عجب آدم هایی هستیم، این بند خود خوابه. خب چیکار کنیم؟ خوابه و بیدارش کنیم دیگه. بیدار میشه ها. امو خسرو. خسرو خان. امو خسرو. خسرو خان. امو خسرو. چی؟ امو خسرو. سلام، خیلی مخلصی. شما از دست شما آدم استراحت نمیتونه بکنه. ولن تو این چیکار داری؟ خیلی مخلصی. منم همینطور. الهی فدات شم. ببخشید از خواب بیدارت کردید. ببین سلام گرگ بی تمه نیست. بگین چیکار داری راحتم کنی؟ ما موندیم. کجا؟ ببین من برات میگم. زنای ما رفتن مسافرت، کلیدام مونده تو آپارتمان. ما پشت در موندیم. فکر میکنی من آدم خامی ام؟ از صبح تا حالا 60 دفعه دیدم زناتون رفتن اومدن. اصلا بری خونه این. خونه من؟ من که خانمم رفته مسافرت، کلیدم گذاشته تو خونه. چجوری بریم؟ بله. بله. آخرشو. ببین. آخرشو بگیم واسه من جریان چیه؟ آخرش این که ما امشب اومدیم مهمون شما باشیم. آره اگه اجازه بدی بریم تو کیوس بخوابیم. لازم نکرده، خودم کجا برم؟ شما که بیرون خوابیدی. خب میخوای خرج کنی یا نه؟ خرجش چقدره؟ مختصر مفید 60,000 تومن. 60,000 تومن؟ برای یه دکه؟ ببخشی چی؟ کمتر بگیر نفری 15 تومن. مسافر خونم برین راه تو نمیدم. ببخشید مگه شما چند ستاره اید؟ من اگه ستاره داشتم با شما حرف می‌زدم. امکانات خودتونو با امکانات مسافر خونه یکی میکنی؟ خب صحیح میفهمی. بفهمی اونجا که امکاناتش زیاده بذاری من بخوابم. پولاتونو بدید ببینم. پولاتونو بدید. الان پول جور میکنم. من که کیفم توی خونه است. شما؟ منم که شما؟ منم برای خونه خرت و پرت خریدم. بابا اینا رو ولشون کن. ببین کلاً 4 تومن داریم. کلاً. بریم دم لونه شغال هم 4 تومن ازتون نمیگیری لونه رو تحویل بده. بریم بزنیم بخوابم بابا. 4 تومن بده بابا. اینقدر عصبانی. اصلا دیگه اینجا میتونیم بخوابیم نه جای دیگه. آقا چطوری بریم شرکت شما؟ فکر خوبی ها. آن شرکت ما ببین اونجا ساختمون اداریه. ساعت 10 به بعد در ورودی رو قفل میکنن. نمیتونیم اونجا بریم. پس چیکار کنیم؟ پس فقط یه راهی میمونه که من 2-3 بار امتحان کردم. اون چیه؟ اوجوی. بابا اینجا سفته، نمیشه خوابید. بمیریم با اون پیشنهادتون که گفتیم بیاییم پارک بخوابیم. خب کنده رفته، بیا تو چمن بخواب کنده. اونجا سوسک داره، من نمیام اونجا بخوابم. نه اینکه از سوسک بترسم، چندشم میشه. خب راست میگه دیگه، تو هم میای اینجا پیش ما بگی بخواب. هوا به این خوبی، خنکی. یک کاره رفتی رو نیمکت خوابیدی که چی؟ بعد اینجا تو سوسک میبینی؟ الکی خود حرف میزنی؟ پاکی بیا. بیا آسمون به این قشنگی. فقط حیف که چیزی نیست بذارم زیر سرم که نرمتر بشه. این که زیر سرمون سفته مهم نیست. میدونید چی مهمه؟ آره بابا میدونی. چی؟ اینی که باج ندادیم دیگه. آفرین آفرین، خوشم اومد که همه تون کم کم اومدی تو خط. ببین این درسته، اینه که خیلی مهمه. حالا اون چیزی که از این مهمتره میدونید چیه؟ اون دیگه چیه؟ آفرین. اونی که از همه مهمتره اینه که درسته زیر سر ما یه خورده الان سفته، ولی فکرمون راحته، خیالمون آسوده است. اما اونا چی؟ اونا ممکنه الان جاشون گرم و نرم باشه، راحت راحت باشن، ولی فکرشون راحت نیستش که، خیالشون آسوده نیستش که. اونا دستشون الان به ما نمیرسه. همین که درگیری فکری دارن خودش خیلیه. از همه مهمتر میدونید چیه؟ اونی که ما باج ندادی. خب اینا همش تو زیر مجموعه همون باج ندادنه دیگه. بله. آره دیگه، اینم یه جورشه. میشه دیگه حرف نزنین، بگیرین بخوابین، صبح شد. اه کندا.
این قفل عوض شده. آقا رو عوض شده گودومه؟ نه این قفل قلق داره، ایشون قلقشو بلد نیستن. مسخره میکنی؟ نه من خیلی جدی گفتم، من با هم شوخی داریم. چی میگین آقا؟ من میگم این قفل عوض شده. عزیز من شما بهتر میدونی یا صاحب این قفل؟ میگه قفل همونه، قلقش عوض شده. بله شما قلقش عوض شده، درستش کن همین. ای بابا چقدر شما گیر میدین، یه قفل میخوای عوض کنید آ. همه چی قلق داره دیگه عزیزم، حتی زندگی زن و شوی قلق داره. هی قلق دار نداشت که ما اینجوری نمیشدیم، چیزی نمیکردیم که. پس یه قلقی یه جوری قلق بازی کن که درست بشه دیگه. آقا جون من این قفل رو وا میکنم، یه قفل دیگه براتون میبندم. دست درد نکن، دست شما درد نکن عزیز من. قفل همون قفله، حالا شما سلام میدونی قفل عوض چه با قلقش همون کارو بکن. خب ماشین هوشنگم که این طرفا نیست، اونجا هم که نبودم، پس اینا کجا رفتن؟ نمیدونم، ولی تا شب که سر و کلهشون بالاخره پیدا میشه. ولی من یه سر و کله به این تیزرو نشون بدم که چهار تا کله اونورترش در بیاد. من میگم فعلا شما بیاین بریم خونه ما. پیاده بشین بریم خونه ما. بیاین بریم دیگه، خونه ما بهتره. قربونت برم فرقی نمیکنه که، بیاین بریم بالا. این چرا درد گرفته بود؟ خب برای که احتمالا داری که قدیمی هم میدازه، مگه قفل رو عوض نکردی که جدیده رو بندازی؟ برو برم جدیده رو بندازه. بدی من امتحان کنم ببینم چه. امتحان نداری ببین، اصلا نمیره، نگاه کن اصلا. خب این چیزها قلق ممکنه داشته باشه، میخواییم قلق نداره. ببخشید اگه فکر میکنید که با قلق میتونید این در رو باز کنید، باز کنید. اینا چجوری رفتن تو؟ تیز رو بیا بیرون. با تو هم. باج ندیا. حالا ببین چه جوری صحبت میکنم. خانم درست صحبت کن، احترام خودتم نگرد. هرچی من هیچی نمیگم، در ضمن تو یادم نرفته اسباب اساسیت رو جمع میکنی میری خونه مامانت اینا، تا فردا بیام اونجا سیم سود ثانیه ترتیب طلاق تو بدم. اینو نباید الان میگفتی. که چی باید میگفتم؟ خوبه آفرین. ولی حالت رو خوب اومدی. حال شاید اومد. مردونگی رو نشون دادی. چیز رو کاری میکنم به روزگارت کارستون، میفهمی چی میگم؟ کاری میکنم که خودت اساستو برده بری خونه مامانم. بارا بینیم بابا اصلا مهم نیست، بیم بریم خونه ما. بفرمایید بری چی کار کردی؟ بری شما این اصلا همه شما. آفرین رفت. نمیشه آقا، بفرمایید. بفرمایید بیرون. معذرت میخوام. چرا نمیشه؟ یه لحظه اجازه بدین. این آقای اهلی یه روز گرفتار بوده، من سند آوردم، آزاد شده. حالا من گرفتارم، سندو میخوام. خب بگیری بکنیش تو اولفتوری. چرا نمیشه؟ بفرمایید. پدر من، شما تا اون آقا رو نیاری اینجا تحویل ما ندی، ما نمیتونیم سند به شما بدیم. برو قربان. برو. اون که با پای خودش نمیاد که، شما باید یه اقدامی کنی. من چی کارم؟ اون مشکل ما نیست، مشکل شماست. شما آقا بیارش اینجا، من بازداشتش میکنم. برو قربونت برم. برو بابا. برو به کارت. برو بابا. بله. الو سلام. شما؟ خسرو هستم. بله خسرو خان، چرکرم. خوشی هستم. آره قربونه. آره آره. گوشی؟ بله. الو سلام. سلام علیکم. به به خسرو هستم. خوبی؟ قربانت خسرو خان، قربانه. بله بله. ببخشید یه لحظه، یه لحظه خیلی خواهش. الو. الو سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. بله بله گوشی. بله سلام هوشنگ، خودتونی؟ بله خودم هستم. به دادم برسی. چی شده؟ هیچی، تصادف کردم. با کی؟ حالا قضیهش مفصله، شما تشریف بیارید.
خب توضیح بده بیشتر. کدوم بیمارستانی؟ بیمارستان نیستم، کلانتری هستم، قراره بعدم ببرنم بیمارستان. خب کدوم کلانتری هستی؟ همون کلانتری که خودتون آورده بودم، من سند آوردم گذاشتم، یادتون اومد؟ آره یادم اومد. خب همونجا باشی، من میام خدمتتون. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، به داد برسی. خداحافظ. بفرمایید. چشم، تا شما سند بیارین اونم رسیده، بیاریم با کارمون برسیم. بذار بیاد بگیریم بازداشتش کنیم، سند شما رو میدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. قربان، سفر قندهار که نرفته، به من تلفن زد اومد. بفرمایید بیاریم. سلام خسرو خان. سلام. چی شده، تصادف کردین؟ سلام قربان. سلام، حال شما چطوره؟ ایشون هستن؟ هوشنگ کو؟ من دلاور هستم. خوب هستی هوشنگ؟ منو فرستاد گفت بیام خدمتتون، شما تصادف کردین. بفرمایید. من تلفن زدم هوشنگ بیاد، تو رو فرستاده واسه چی آخه؟ فرق نداره، من هوشنگ نداریم که. اگه چیزی شده من یه بیمارستان آشنا دارم، رفیقام، همه دکترها رفیقام. بریم اونجا. لازم نکرده، نمیخواد. جام سوا. من الان شما سند بیارین، الان میاد. اشتباهی اومده. بفرمایید. چی شده؟ یه تو چه چی شده؟ من الان میرم میام. نازنین جان تلفن. آخه من که نمیتونم گوشه تلفن تو رو بردارم جواب بدم. شاید هوشنگ داره زنگ میزنه به توی خود هیز التماس بکنه. مریم جو شما گوشه رو بردارم، چی میگی؟ چی بگم؟ اگه آقا هوشنگ باشه من نمیدونم چی باید بهش بگم. تا یه ذره آه و ناله کنه دلم به رحم میاد. الو داوود، فریبرزم. زنگ زدم بگم نگران نباش، خونه رو واسط فروختم، فقط اینجا شماره حساب تو رو قبول نکردم. یه شماره حساب جدید برام ایمیل کنی، من ممنون میشم. مرسی، خدافظ. خونه منو فروخته.